شب خیر. بعزرت هشم نعسه و نسلیخ تراسی بالان و مشه مراشا قهیلت یعقوب. ما امشب در شب آخر خنوکا هستیم، شب هشتم خنوکا، و شیور امشب اصلش در رابطه با نکاتی از پاراشای میقس خواهد بود و اینکه رفتار یوسف حسدیق دلیلش چی بود و فلسفهش چی بود. اما قبل از اینکه بخوایم به اون مباحث بپردازیم، میخوام یه معصه‌ای تعریف بکنم که ارتباط داره با خنوکا، معصه‌ای که این هفته خودم خوندم و داستان جالبیه. هاراو یعقوب گالینسکی یه داستان بسیار جذابی را تعریف میکنن که برای خودشون اتفاق افتاده. ایشون در زمان جوانیشون در لهستان با خوری شیوا بودن، در یک یشیوایی بودن در زمان جنگ جهانی دوم، و میدونید که کمونیست ها خب بر روسیه، بر شوروی حکمرانی میکردن و همینطور بر لیتوانی. ایشون از لهستان فرار میکنن و میرن به لیتوانی و در اونجا گرفتار کمونیست ها میشن و هر کسی که مشغول تورا می شده یا میسوت، کمونیست ها با توجه به اینکه ضد مذهب بودن این را می گرفتن یا به سیبری تبعیدش می کردن و یا اینکه زندانش می کردن، اذیتش می کردن. و در مورد هاراو گالینسکی هم این اتفاق می افته و ایشون را که جوانی بوده 17-18 ساله می گیرن و در زندان می دازن همراه با یه سری دزد و قاتل و افرادی که آدمای خوبی نبودن. و ایشون تعریف میکنن که در شب اول خنوکا توی این زندان، توی این سلول، همراه با چندین دزد و قاتل روس توی یه سلول بودن. به جرم چی؟ به جرم اینکه با خور یشیوا هستن، در یشیوا تورا یاد میگرفتن. و اون شب اول با خودشون فکر میکنن که من چطور میتونم با توجه به اینکه شب اول خنوکاست میسوای حدلاغت نرود خنوکا را اجرا بکنم، روشن کردن شمای خنوکا، چیکار بکنم؟ نه شمی دارم، نه روغنی دارم. سقف را نگاه میکنن و میبینن که در این سلول روشناییش از طریق یک چیز نفتی بوده، یه چراغ نفتی بوده، و با خودشون فکر میکنن خب این چراغه را که من اگر خاموش بکنم بخوام دوباره روشن کنم کبریتی ندارم، ولی میتونم این چراغا کاری بکنم که شعلهش بیشتر بشه و بزرگتر بشه، و خود همین زیاد کردن شعلهش این برای من حدلاغت نر محسوب بشه، روشن کردن شمع محسوب بشه. و با خودشون میگن که همونطوری که در مورد شبات ما این قانون داریم که اگر که یکی بیاد و شعله که روشنه را بیشترش بکنه، مثلا یکم اون ظرفی که توش روغنه خم بکنه که بیشتر روغن به فتیله برسه و این شعلهش بهتر بشه، این خیاوه محکوم میشه از جنبه خیلول شبات. پس از نظر حدلاغت نرود شبات هم همین قانون خواهد بود، از نظر روشن کردن نروت خنوکا هم همین قانون خواهد بود. و بنابراین با خودشونشون فکر میکنن که این شعله را برن زیاد بکنن، ولی مشکل اینجا بوده که این نزدیک سقف بوده و تقریبا 2.5 متر 3 متر از زمین فاصله داشته و ایشون قدش نمیرسیده، هیچ چیزی هم نردبون و صندلی و هیچ چیزی هم نبوده که بخواد بره بالاش و این کار را انجام بده. بلت برارا چاره ای نداشته، با این کسایی که تو سلول باش بودن که اینا اسرائیل هم نبودن، باشون مطرح میکنه و با زبون خوش اینا را ترغیب میکنه، میگه به من کمک کنید، من اسرائیل هم، ما یه قانونی داریم، اینجوریه، خنوکاس امشب، من میخوام این شمع یه مقدار شعله‌ش این چراغ نفتی ها بیشتر بکنم تا اینکه این میسوار را انجام بدم. اینا هم که خوششون اومده بوده از راو گالینسکی میگن باشه کمکت میکنیم. یکی از اینا که یه به جرم دزدی در زندان بوده، میگه تو برو بالا کول من، یه آدم خیلی قد بلند قوی بوده، 2 متر قدش بوده، میگه برو بالای کول من و
من میبرمت کنار این چراغه و هر کاری میخوای بکن. و همین کارو میکنن. آراف گالینسکی هم میره اونجا نزدیک شمه با کوانای زیاد براخان میگه لدلیغ نرخانوکا شاسانی سیم راوتنو شیخیانو و میاد اینا بپیچونه که زیاد بکنه شعله را. اشتباهی میپیچونه، به جای اینکه شعله را زیاد بکنه خاموشش میکنه چراغ نفتی را، و یه دفعه کل اون زندان، کل اون اتاقی که بوده، اون سلولی که بوده تو زندان، کلش تو تاریکی فرو میره و کسایی که اونجا بودن هم سلولی ها شروع میکنن فریاد زدن و جیغ کشیدن و نگهبان ها میریزن چی شده، کی شمع خاموش کرده. همه همبندیاش نشونش میدن میگن این خاموش کرده و زندانبانا میارنش بیرون، میبرنش اتاق رئیس زندان. رئیس زندان دوتا کشیده میخوابونه تو گوشش، میگه که تو بودی که این کارو کردی، میدونی از چند تا قانون گذشتی، پدر سوخته هرج و مرج تو زندان ایجاد میکنی، به خاطر این کارت قانونت اینه که جریمت اینه که 3 روز باید تو بند توی سلول انفرادی باشی. و سلولای انفرادیشون همینجوری بوده که یه اتاقی بوده کمتر از 1 متر در 1 متر، نمیشده بخوابن نه چیزی، یه جای سرد و یه جای خیلی کوچیک که اونجا حتی نمیتونسته پاشو دراز بکنه و 3 روز تو تاریکی و بدون غذا باید اونجا بوده و خیلی تحملش مشکل بوده. راف گالینسکی اونجا میاد خخما به خرج میده، میگه با خودم من گفتم که اگر منو ببرن اینجا معلوم نیست زنده برگردم، تنها راهش اینه که با خخما خودمو نجات بدم از این شرایطی که توش گیر کردم. و اون رئیس زندان میگه که حالا بگو ببینم چه مرضی داشتی که این چراغ خاموش کردی، نکنه میخواستی فرار بکنی. راف گالینسکی میگه که اتفاقا من این کارو کردم که منو بندازید سلول انفرادی. میگه برای چی؟ مگه دیوانه ای؟ کی میخواد بره سلول انفرادی 3 روز اونجا باشی؟ میگه که ما یهودی ها یه قانونی داریم که این موقع سال هر یهودی موظفه بره توی اتاق تنها 3 روز تنها باشه، فکر بکنه به اعمالش و اعمالش رو جستجو بکنه، کارهایی که نیاز اصلاح بکنه اصلاح بکنه. من دیدم توی این زندان اتاقی که هستم با چندین نفر دیگه منو انداختید، من نمیتونم برم یه اتاقی تنها باشم، مخصوصا اومدم این چراغ رو خاموش کردم که منو بندازید تو سلول انفرادی که بتونم این قانون دینمون رو اجرا کنم. رئیس زندانم که از اون کمونیستای دو آتیشه بوده میگه این کار کردی که سلول انفرادی بیفتی، نمیذارم به آرزوت برسی، نمیذارم، میخوای دینت اجرا بکنی، غلط کردی، نمیذارم، برش گردونی دوباره بین بقیه زندانیا، به آرزوت نمیذارم برسی، تو سلول انفرادی نمیندازمت. و دوباره راف گالینسکی برمیگردن نجات پیدا میکنه از یه حکم خیلی سختی که معلوم نبوده که از توش زنده برگردی. این در مورد خنوکاست. ببینید ما میاییم 8 شبانه روز شم روشن میکنیم و هلل و هدا میخونیم. درس خنوکا برای ما اینه که مثل خشمانایین باشیم. خشمانایین میان چه کار میکنن؟ خشمانایین میان بر علیه یوانیم، یونانی هایی که ممنوع کرده بودن اجرای تورا را، قیام میکنن. قیامشون یک قیام مذهبی بوده، یک قیام ملی نبوده. قیام خشمانایین هدفشون مسئله مذهبی بوده که بتونن استقلال پیدا کنن برای اینکه تورا را خوب دوباره بتونن اجرا بکنن. و جالب اینجاست که خیلی اسرائیل ها در اون دوره بودن که تحت تأثیر فرهنگ یونانی ها قرار گرفته بودن. به اصطلاح بهشون میگن میتیونیم، کسانی که میخواستن فرهنگ یونانی را بر خودشون قبول بکنن. فرهنگ یونان یه فرهنگی بوده که جذابیت خیلی زیادی داشته از همه نظر، از نظر اقتصادی، از نظر فرهنگی، از نظر ورزشی، هر چیزی که بگید خیلی جذاب بوده. و خیلی اسرائیل ها بودن که نزدیک شده بودن به این مسائل و از تورا و از دین دور شده بودن، اینا میتیون شده بودن. خشمونایی میان و میگن که نه، ما باید برگردیم دوباره، هممون باید متحد بشیم، همه اسرائیل‌ها، و بتونیم تورا را اجرا بکنیم. تو دوره ما
تقریبا من فکر نمی کنم جایی تو دنیا باشه که الان بیان بگن که مثلا میسور اجرا نکنید، مثلا حق ندارید، مثل چیزی که حکم کردن یونانیا، مثلا حق ندارید برید میلا انجام بدید، حق ندارید مثلا زناتون نمیتونن برن میقده، یا حق ندارید شبات نگه دارید. همه جای دنیا تو این زمینه ها آزادی هستش و میتونن اسرائیل ها میسوت را اجرا بکنن. ولی یه قسمت دیگه هستش که برای دوره ما این قیام خشمانایی به دوره ما میخونه و اون همون میتیاونیمه. کسایی که اومدن متاسفانه برادران ما فاصله گرفتن از مسائل مذهبی و نزدیک شدن به فرهنگ های دیگه، به فرهنگ هایی که با تورا یکی نیست، با تورا نمیخونه، نزدیک شدن به اون زرق و برق فرهنگ های غربی و مسائلی که کلن با قانونای تورا و قانونای هشم فاصله داره. این را ما باید اصلاح بکنیم. ما بچه هامون را تنها راه این که بتونیم در راه تورا تربیت بکنیم اینه که از بچگی، از کوچیکی خنوخ خوب، تربیت خوب بشون بدیم. بچه های ما خیلی مهمه که برن مدارس یهودی، خیلی مهمه که برن در تلمود توراها، در کلاس‌های عبری، کلاس‌های تورا شرکت بکنن و تورا یاد بگیرن، میشنا یاد بگیرن، گمارا یاد بگیرن، هلاخا یاد بگیرن. من در آمریکا با خیلی از خانواده‌ها صحبت کردم که میگفتم بچه‌هاتون کجا میرن مدرسه؟ میگفتم بعضی‌هاشون میگفتن پابلیک اسکول میرن. مدارس پابلیک میرن، مدارس عمومی میرن. مدارس عمومی مسائل مذهبی وجود نداره. همه مسیحی‌ها از هر دینی، از هر آیینی یا اصلا بی‌دینا همه اونجا هستن. اون بچه چیز اون یهودیت رو یاد نمیگیره. مسائل یهودیت رو نمی‌آموزه. و باشون صحبت می‌کردم، براشون توضیح می‌دادم که مهمترین سرمایه گذاری، حشقا، اینوست که یک انسان میتونه بکنه، بهترین سرمایه گذاری بچه هاشه. خیلی ها چرا بچه هاشون رو میذارن تو آمریکا پابلیک اسکول، مدارس عمومی؟ به خاطر اینکه مدارس یهودی، مدرسه های اسرائیلی مذهبی یا مدرسه های یهودی شهریهشون زیاده. مثلا $10,000، $15,000، $20,000 در سال باید بدن برای شهریه و این سنگینه برای افراد. ولی بهشون میگفتم ببینید این بزرگترین سرمایه گذاری که شما میکنید اینه که بچه هاتون رو بفرستید مدرسه یهودی که تورا یاد بگیرن، که میسوتا یاد بگیرن، با میشنا آشنا بشن، با گمارا آشنا بشن. و بارو خشم بعضی حرف هم رو گوش دادن. بنابراین در جای دیگه هم همینه، ما در ایران هم همینه. بچه های ما در دوره‌ای داریم زندگی میکنیم که هزار و یکی اطلاعات مختلف داره به بچه های ما میرسه، از اینترنت، از تلویزیون، از ماهواره، از خیابون، از موبایل، از هر جا که فکرشو بکنید. اگر که همراه با اینا، با این همه بمباران اطلاعاتی که بچه های ما میشن، خوب تورا یاد نگیرن، اطلاعات مذهبی و اطلاعات تورا هم خوب بهشون داده نشه، اینا نمیتونن در آینده ی اسرائیل واقعی باقی بمونن. هزار و یک مشکل ممکنه پیش بیاد، از اینترمریج و از ازدواجای با غیر گرفته تا چیزای دیگه که اصلا کسایی که به اسمن شناسنامه ای اسرائیلن ولی چیزی از یهودیت نمیدونن. همین الان متاسفانه تو جامعه خودمون یا جوامع دیگه خیلی ها رو میشناسیم که خب یهودی هستن ولی اطلاعاتشون از مسائل مذهبی و از تورا و از یهودیت خیلی خیلی کمه، خیلی پایینه. یه چیز توتیواری شاید بدونن ولی نمیدونن، در عمق نمیدونن مسائل را. و این به خاطر اینه که خنوخ نگرفتن، اون آموزش یهودی را نگرفتن. و این وظیفه ماست که در مورد بچه های خودمون و در مورد بقیه این حس مسئولیت را داشته باشیم که همه خنوخ یهودی و تربیت مذهبی را بگیرند و تربیت بشن بچه های ما. این بسیار مهمه. در غیر این صورت بچه های ما در فرهنگ اکثریت و فرهنگ غرب و فرهنگی که دنیای امروز را تسخیر کرده غرق خواهند شد و چیزی باقی نمیمونه. و فکر نکنید، این نکته را من میخوام روش تأکید بکنم، فکر نکنید که اگر پدر بزرگ یه عالم مذهبی بوده، یه خاخامی بوده، یه راوی بوده، یا پدر مذهبی، بچهش هم حتما همین جوری میشه. این نیست.
اگر تربیت و خنوخ خوب، آموزش خوب داده نشه، هیچ ضمانتی وجود نداره که این ادامه پیدا کنه. من تو همین جامعه خودم چقدر افراد رو میشناسم که دو نسل قبلشون، سه نسل قبلشون، پدر بزرگشون، جدشون یا حتی پدرشون آدمایی بودن بسیار با ایمان، بسیار خدا ترس، وارد تو مسائل مذهبی، خخامیم، ربانی، ولی خودشون نه تنها هیچی نمیدونن، حتی خیلی وقتا ضد مذهبن. چرا؟ به خاطر اینکه اون تربیت و خنوخی که لازمه داده میشده نبوده یا نه به هر علتی داده نشده. بنابراین هیچ ضمانتی وجود نداره. تنها راه اینه که ما تربیت خوب به بچه هامون بدیم. اما برگردیم به پارشای میقس. میدونید پارشای میقس تقریباً همیشه در شبات خنوکا میفته و یه ارتباط خیلی جالبی هم داره با خنوکا، که همونطور که تو پارشای میقس یوسف خواب پرعو را تعبیر میکنه که در خواب پرعو اون گاوای لاغر گاوای چاق خوردن و اون سنبله های پوک و لاغر اومدن اون سنبله های پر را بلعیدند. همینطور در خنوکا هم همین اتفاق افتاد. در خنوکا سپاه مکابیم، سپاه خشمونایم که سپاه ضعیف بودن، تونستن سپاه قوی و قدرتمند یونانی ها رو شکست بدن. اون ضعیف ها بر قوی ها پیروز شدن. اما خیلی سوال برانگیزه، یکی کاری که برادران یوسف انجام دادن، شباتیم انجام دادن، چطور تونستن همچین کاری رو بکنن که برادرشون رو اول میخواستن بکشن و بعدم به بردگی فروختن؟ کسایی که شیفته یا خونده شدن، یعنی اثبات الهی خونده شدن، اینا آدم های معمولی نبودند. و از طرف دیگه بعدن خیلی ها میپرسن که یوسف اصلا هدفش از این همه ماجرایی که سر برادرها آورد چی بوده؟ آیا میخواسته انتقام بگیره؟ اگر میخواسته انتقام بگیره پس چرا انتقام نمیگیره؟ اگر که هدف انتقام نبوده چرا از همون اول نمیگه که انی یوسف عوداوی خی، من یوسفم؟ چرا اطلاع نمیده به پدرش که زنده هستش؟ علت اینا سوالاتیه که واقعا مطرحه در پاراشای میقس و ما سعی میکنیم که امشب به صورت خیلی خلاصه به این سوالات بپردازیم. ببینید، اولا اینکه برادرها یوسف را قضاوت کردن. یوسف همونطور که در پاراشا گفته میشه و یاوه یوسف، پاراشای قبلی، و یاوه یوسف دیباتام رای لویهم، یوسف می اومده و سخنچینی میکرده نسبت به برادرها، بدی برادرها را میرفته به یعقوب آوینو میگفته و چیزایی که میدیده با تفسیر اشتباه میرفته انتقال میداده. مثلا برادرها را میدیده که اینا میان حیوان را شخیتا میکنن. میدونید حیوانی که شخیتا میشه هنوز بعد از شخیتا هنوز یه مقداری اون گوشتش، اون ماهیچه ها به خاطر اون تأثیر آنزیم ها هنوز حتی بعد از اینکه حیوان جون داده ماهیچه هنوز تکون میخوره و برادرها می اومدن وقتی شخیتا میکردن سب نمیکردن که مثلا اینا از ماهیچه ها از تکون بیسته، همون موقع مثلا به سیخ میکشیدن، کباب میکردن، میخوردن. و یوسف فکر میکرده که این اورمینخاییه، این کاری که برادرها میکنن این عضوی از جاندار زنده محسوب میشه، در صورتی که اینجوری نبوده، اینجوری نبوده. و یا چیزای دیگه هم میدیده، مثلا میدیده که برادرها وقتی که بیزنس میکنن با کسایی که میان، مثلا میان شیر بخرن، میان گوسفند بخرن، با زنها صحبت میکنن و باشون تجارت میکنن، میمده میگفته که اینا، به یعقوب میگفته اینا در مورد عرایض مسائل منافی فد مواظب نیستن و چیزهای دیگه. تفسیرهای اشتباه میرفته از کار برادرها میکرده و میرفته به پدر میگفته، به یعقوب آوینو میگفته و برادرها با خودشون میگن که یوسف داره سخنچینی میکنه و هدفش چیه؟ هدفش اینه که باعث بشه که یعقوب نسبت به ما، پدرمون نسبت به ما بدبین بشه، ما را طرد بکنه و در نتیجه ما دیگه جزء ام اسرائیل محسوب نخواهیم شد، که یوسف تک و تنها بمونه و جانشین پدر بشه. در واقع میگن یوسف مصره. مصر یعنی کسی که میره بدگویی میکنه و با این بدگوییش جان یا مال کسی دیگه را به خطر میندازه و این حکم مرگ داره کسی که این کارو میکنه. و اینجا برادرها میگن که یوسف داره از نظر معنوی ما را به خطر میندازه.
داره کاری میکنه که ما از طرف یعقوب آوینو از طرف پدرمون طرد بشیم، تورا رو به ما انتقال نده و در نتیجه ما جزء امیسای محسوب نشیم، جزء بنی اسرائیل محسوب نشیم. بنابراین برادرها میان واقعا یوسف رو دین میکنن، قضاوت میکنن، میگن این حکمش مرگه به خاطر این کارهایی که میکنه. و بعدن با پادرمیونی روون و یهودا این حکم مرگا تبدیلش میکنن به این که به عنوان عبد، به عنوان غلام فروخته بشه. خب بعدن وقتی که قحطی میشه، پس این کار برادرها ریشش اینه، قضاوتشون درست نبوده. البته کار یوسف قبل از هر چیز، خیلی ها نمیدونن کار یوسف اشتباه بوده، کار یوسف اشتباه بوده و به خاطر همینم که همچین چیزی سرش میاد که لعبد نیمکر یوسف، یوسف به عنوان عبد فروخته میشه، این کارش صحیح نبوده. قضاوت برادرها هم اشتباه بوده، این که میخواستن بکشن یوسف را و یا بعدن میان و یوسف را میفروشن به عنوان عبد، اینم اشتباه بوده. یوسف وقتی که به مصر میره و به صدارت میرسه و نفر دوم مملکت میشه، نفر دوم مصر میشه بعد از پرعو، میاد وقتی که با برادرها برخورد میکنه برنامه ای را میچینه که باعث بشه که برادرها به خودشون بیان و تشوبا بکنن از کار اشتباهی که کردن. یوسف نمیخواسته انتقام بگیره و انتقام هم نمیگیره، ولی خیلی دقیق و خیلی جالب نکته به نکته برنامه ای را میچینه با سیاست بسیار که برادرها به خودشون بیان که اشتباه کردن. اولین کاری که میکنه چی بوده؟ اولین کاری که میکنه میگه که شما مرگلید، به برادرها میگه که شما جاسوسید. و بهانه‌ش هم این بوده که برادرها وقتی که وارد مصر میشن، 10 تا بودن، از خب با یوسف و بنیامین میشدن 12 تا، 12 شباتیم که بنیامین پیش یعقوب مونده بوده، از 10 تا دروازه مختلف وارد مصر میشن. علتش چی بوده؟ 2 تا علت در میدراش میگه. یکی دلیل این بوده که یعقوب بهشون میگه، میگه خودتون رو تو چش نندازید که بگه همه تون شما خوشتیپید، خوشگلید، قوی هستید، مصری ها میبیننتون میگن وا اینا کیان و ممکنه براتون خطرناک بشه. این دلیل اول بوده. همیشه آدم سعی کنه که خودش را در چش نندازه. این براخا شورا الا بدوار اساموی میناهین، یعنی براخا شاروی نمیشه خخامی میفرمایان مگر چیزی که از چشم پنهانه. هر چقدر که آدم بتونه مسائل خودش را، اون براخاها را، اون چیزایی که هشم بشاده را، اونها را کمتر در چشم دیگران بکشه و در ستر و پنهانی نگه داره، این بهتره. یه دلیل دیگه این بوده که برادرها دنبال یوسف بودن، برادرها از فروش یوسف پشیمون بودن. یه قسمتش شاید به خاطر این بوده که چرا اصلا یوسف رو فروختن، ولی قسمت اصلیش به خاطر رنج یعقوب آوینو بوده. یعنی برادران هنوز قانع نشده بودن که این کاری که کردن نسبت به یوسف کار اشتباهی بوده، بیشتر ناراحت بودن که این کاری که کردن باعث شده که یعقوب آوینو زجر بکشه و این 10 سال عشق بریزه و ناراحتی بکنه و اولوت بکنه و عزاداری داشته باشه. خب سر این موضوع ناراحت بودن، بنابراین با خودشون تصمیم میگیرن که برن و یوسف را پیداش بکنن و بازخریدش بکنن. و پاسخ میگه ویردو اخه یوسف اسارا لیشبور بار میمیسرائیم، پایین رفتن برادران یوسف 10 نفر که قله بخرن از مصر. میدراش دقت میکنه از اینجا، میگه که چرا پاسخ گفته اخه یوسف، برادرای یوسف، چرا میگه برادرای یوسف؟ میگفتن میدراش میتونست بگه فرزندان یعقوب، بنی اسرائیل، فرزندان اسرائیل، بنی یعقوب، چرا میگه اخه یوسف، برادرای یوسف؟ یعنی حس برادری و اخوت درشون بیدار شده بوده و اینها هدفشون این بوده که یوسف را بازخرید بکنن. یوسف میاد از اینی که اینها از 10 تا دروازه مختلف وارد میشن استفاده میکنه و میگه شما که میگید برادرید، شما برای چی از 10 تا دروازه 10 تا جای مختلف شهر اومدید با هم میومدید تو؟ بلکه اروت ها رسباتم لیرو، شما اومدید عورت زمین را، نقاط ضعف این مصر را پیدا بکنید و جاسوسی بکنید. هدفتون این بوده.
اما خب چرا تهمت جاسوسی میزنه یوسف بهشون؟ یه دلیل اینه که خب این بهانه این بوده، یعنی اینها از 10 تا دروازه مختلف میان. یه دلیل دیگه، هر تهمتی میزده احتیاج به اثبات قوی داره، ولی این مسئله که این که مثلا جاسوسه رو گرفتن و تو جاسوسی، این زیاد خیلی احتیاج نبوده که مدرک و چیز بیارن براش. اما یه دلیل دیگه که خیلی مهمه، اینا دقت بکنید، اینه که یوسف هدفش چی بوده؟ از تمام این سناریویی که پیاده میکنه، هدف یوسف این بوده که برادرها به خودشون بیان و بفهمن که اشتباه کردن. و اولین کار اینه که میگه شما جاسوسید. ببینید وقتی ما در هلاخا داریم، در یهودیت داریم، که وقت تو گمارا اومده، که وقتی که یه اتفاق ناگواری برای آدم میفته، باید یه فشفش به معصاب، باید اعمالش رو جستجو بکنه و ببینه چه کاری کرده که ممکنه ارتباط با اون اتفاقه داشته باشه و به خاطر اون این مسئله منفی براش پیش اومده. وقتی که برادران میرن به مصر و اولین تهمتی که بهشون زده میشه خلاف انتظار اینه که شما جاسوسید، برادران با خودشون فکر میکنن ما چی کار کردیم که ناعادلانه داره یه همچین تهمت سختی به ما زده میشه، چه خطایی مرتکب شدیم، ما اومدیم یوسف را دین کردیم به عنوان جاسوس، گفتیم یوسف داره جاسوسی ما رو میکنه، یوسف مصره، یوسف ملشینه، یوسف سخنچینه، یوسف داره ما رو به خطر میندازه، میره پیش بابا خبرهای ما رو میبره، ما اونجا پس اشتباه کردیم که الان خدا داره اینا سرمون میاره که یه همچین تهمتی ها دارن به ما میزنن. چون میدو تعقدش با خود میدا که نگهد میداست، پیمانه در مقابل پیمانه است، پس ما اونجا کارمون اشتباه بوده که الان اینجا گیر کردیم. یوسف اولین هدفش این بوده که به برادرها میاد تهمت جاسوسی میزنه که برادرها از این طریق به خودشون بیان و با خودشون بگن که چرا این مسئله برای ما پیش اومد. دلیلش این بوده، دلیلش این بوده که ما به یوسف همچین تهمتی زدیم و به خاطر همین این بلا سر ما اومده. و در ادامه یوسف میگه که هاس رو وی باخن و دیورخن، شما زندانی بشید و صحبتاتونا ببینیم چه جوریه، و یکیتونا 3 روز میندازدشون زندان. تو این 3 روز اینها میان با خودشون فکر میکنن چرا ما افتادیم زندان، ما هم یوسف را انداخته بودیم تو چاه، ما هم باعث شدیم که یوسف در زندان باشه، پس این هم میدا که نگد میداست. بعد میگه که من نمیگم یکیتون را بفرستید بیاید، اوکی، نمیگم که همه تون زندانی باشید یکی را بفرستید، شما همه تون برید بیرون، فقط یکیتون بمونه و بقیه برید، من اتای الهی منی یاره، من از خدا میترسم که زن و بچه شما از گرسنگی بمیرن، همه تون حق دارید، قلم بهتون میدم برگردید، به شرط که اون برادر کوچیکه را که گفتید بنیامینا بردارید بیارید. خب و جالب اینجاست که یوسف خودش کی را انتخاب میکنه؟ یوسف شیمون را انتخاب میکنه. و اما قبل از اینکه برسیم به این ماجرا، اینجا بعد از اینکه برادرها در تهمت جاسوسی بهشون زده شده و 3 روز هم در زندان بودن، به خودشون میان، چی میگن؟ تورا می نویسه و یوم رو ایش الاخیف اول اشمی من اخنو الاخین و اشه راین و سارت نفشو، اما ما مقصر هستیم، مجرم هستیم در مورد برادرانمان که برادرمان که رنج جانش را دیدیم، بیت خننو الینو، وقتی به ما التماس میکرد که منو نندازید تو چاه، منو نفروشید، ولو شما انو و نشنیدیم، بنابراین این رنج برای ما اومده. برادرها، یوسف میبینه که اینا دارن نصف نیمه تشوبا میکنن، ولی تشوباشون هنوز کامل نیست، هنوز تشوباشون درست نیست. برادرها دارن آوونا چی میدونن؟ آوونا اخزاریوت میدونن. اخزاریوت یعنی بیرحمی، یعنی میگن ما یوسف را درست فروختیم، حقش بود، حقش بود حتی کشته بشه، ولی این قضاوتمون اشتباه نبوده، ولی
اشتباهمون این بود که این بدبخت اینجوری به ما التماس میکرد، بیتخننو الینو، التماس میکرد که بهش رحم کنیم، رحم نکردیم. یعنی بیرحمی آون ماست. باید درسته یوسف تقصیرکار بود، حقش بود، ولی باید بهش رحم میکردیم. روون اینجا میاد به بقیه میگه که نه، اشتباه نکنید. و یعن روون اتم لمر، روون به اونها جواب داد اینطور: هلو امرتی علیخم لمر، مگر نه اینکه به شما گفتم الت خط و بیلت، خطا نکنید نسبت به این بچه و گوش ندادید و اینک خونش طلب میشود. روون میگه که اشتباه نکنید، آون شما بیرحمی نبوده، آون شما این بوده که نسبت به این بچه خطا کردید. اولا این بچه بوده، یعنی هر کاری هم کرده از رو بچگی کرده. من بهتون گفتم که این کاراش از رو بچگیه. همونطور که بچه بیاد یه آونی بکنه این حکم مرگ نداره. درسته کاراش اشتباه بوده، خود کارها کارهاییه که حکم مرگ داره، ولی این بچه هست، یه لده از رو کم عقلی و بچگی داره این کارها رو میکنه. و من بهتون گفتم الت خطو با یه لد، نسبت به این بچه خطا نکنید. وگم دامو هینه نیدراش، اینک خونش داره از طرف خدا طلب میشه، خدا داره خونش را بازخواست میکنه. اینجا روون میاد و در واقع برادرها رو توخخا میکنه که شما باید روی این قضیه تشوبا بکنید. ببینید در گمارا ما گفتیم کسی که میبینه یه سوریم بر سرش میاد، گمارا میگه که یه فشوش به معصاب اعمالش رو جستجو بکنه. یه معصی جالبی تو گمارا برا خود میگه، میگه ریبیزرا تاکستان داشتن و یعین درست میکردن برای تجارت، 400 خمره یعین ریبیزرا سرکه میشه و این یه ضرر خیلی هنگفتی بوده. خخامیم که اینا میشنون میرن پیش ریبیزرا و ریبیزرا خیلی ناراحت بوده، ببینید چه اتفاقی افتاده. و خخامیم میگن که آیا خدا کسی را قضاوت میکنه بدون قضاوت؟ کسی را مجازات میکنه بدون قضاوت؟ حتما یه دلیلی داره. میگه که مگه من خاشویدم، سوءزنم در نظر شما، من چیکار کردم؟ خخام میگم بابا جستجو کنه اعمالتا. میگن مگه خدا خاشود مورد سوء زنی که قضاوتی که میکنه درست نباشه، مجازاتش بدون قضاوت باشه؟ میگن ریبیزرا میگه آقا اگه میدونید چیزی، خبر دارید من اشتباهی کردم، بهم بگید. خخامی میگن که ما شنیدیم که شما آریسی که دارید بهش سهم توی هیزوما نمیدید. آریس چی بوده؟ یه دهقانی میآوردن معمولا که رو زمین کار کنه و مثلا 20%، 30%، 40%، درصدی هرچی محصول میداده اون دهقانه میگرفته، بقیه شا صاحب زمین میگرفته. هم میوه را نصف میکردن، هم هیزوما را نصف میکردن. میگن که بریبیزرا میگن که ما شنیدیم که شما فقط میوه را میدید سهم دهقانتون، بقیه چیزا سهمش را نمیدید. بریبیزرا میگه که بابا این از خود میوه خیلی بر میداره، چیزی که حقش نیست. و با این وجود میگن که نه، شما حق ندارید که، حالا اگر این دزده شما حق ندارید ازش دزدی بکنید. برای بیزارا میگه باشه من اینا تیغون میدم درستش میکنم. و دو جور این داستان پایان میپذیره. بعضیا میگن که واقعا این خمرهایی که حالت سرکه پیدا کرده بوده دوباره عوض میشه و حالت یعین میشه و به یعین عالی میشه و به قیمت عالی فروش میره. بعضیا میگن که نه، همون سرکه انقدر گرون میشه تو بازار که از یعین، از شراب گرونتر میشه و کل اون سرکه ها از یعین به قیمت بالاتر فروش میره. یعنی آدم اعمالش، اتفاقاتی که میفته رو باید اعمالش حتما جستجو بکنه. اما برگردیم به همین داستانی که داشتیم. یوسف این را میشنوه، پاسو میگه و هم لو یادو که شما یوسف. برادرها وقتی که این اعتراف را میکنن و روون هم کامل میکنه اعتراف به گناهشون را، پاسخ میگه که نمیدونستن که یوسف میشنوه چون مترجم بینشون بوده. یوسف میره و گریه میکنه و یوسف معلهم و یفک. شما اینجا میبینید هدف یوسف انتقام نیست، وگرنه گریه نمیکرده، وگرنه الان بهترین موقعیت بوده که بتونه زندانیشون بکنه، حسابشون رو برسه و حتی بکشه اونها را. یوسف همینا میخواسته که اینها تشوبه بکنن برادرها. بعد میاد و ویغخ میتام اچیمون و یسور و طول اینهم. پاسخ میگه که گرفت از میان آنها شیمون را،
و زندانی کرد او را در مقابل چشمان آنها. ببینید خخامیم تو میدراش دقت میکنن از کلمه لعنهم در مقابل چشمان آنها که این اضافه است. میتونست بگه که و یه سر تو زندانیش کرد. چرا میگه در مقابل چشمان آنها؟ یعنی فقط جلو چشم اونا زندانیش کرد. وقتی برادر رفتن شیمون را از زندان در آورد و گفت خوب ازش پذیرایی کنید، غذا بش بدید، نوشیدنی بش بدید، جای عالی بش بدید، بش رسیدگی کرد در مقابل چشم اونها. چرا شیمون را انتخاب کرد؟ در میدراش میگه که شیمون بود که نقش اصلی را تو فروش یوسف داشت. شیمون بود که گفتش که هینه بلخل و متلازبا، این صاحب خواب داره میاد. شیمون بود که گفت بیاید بکشیمش. شیمون یعنی نقش اصلی را در دشمنی با یوسف داشت. یوسف نمیخواست انتقام بگیره از شیمون. یوسف میخواست به برادرها بهتر بفهمونه که این گناه گناه فروشه یوسفه و بنابراین شیمون ها که نقش اصلی داشت زندانی کرد که برادرها بگن ببین شیمون که عامل این کار بود از همه ما بیشتر تو اچل افتاد، زندانی شد. پس همینه، همین مطمئن تر بشن که این آوون همون فروشه یوسفه که گردنگیرشون شده و الان گیر کردن. اما جالب اینجاست که یوسف ها شیمون در جلو چشم اونها زندانی کرد، بعد درش آورد. چرا بعد درش آورد و چرا اینقدر بهش رسید؟ خب حالا این آوونا رو کرده، این شیمون بوده که باعث و بانی این مسئله بوده دیگه. خب حالا زندانش نیاره، ولی از زندان حالا درش بیاره، ولی دیگه چجوریه که اینقدر ازش پذیرایی میکنه؟ یکی از خخامی امری بیسل میسالاند، از خخامی حدود 100 سال پیش، خیلی قشنگ این مسئله رو توضیح میدن. میگن ما یه قانونی داریم، لوتی قوم و لوتی تور. بذارید داستانش رو اول بگم. ریبیسال میسالاند حدود 100 سال پیش زندگی میکردن. یک بار داشتن میرفتن از یه شهری به شهر ویلنا، فکر کنم داستان حدود 80-90 سال پیش اتفاق افتاده، در یه کارون راکوت بودن، در یه قطاری بودن و یه اسرائیل دیگه هم، یه جوونی هم کنارشون نشسته بوده و ایشون داشته سیگار میکشیده. قدیم مثل الان نبوده که بدونن که اینقدر سیگار موزه رو، اصلا فکر میکردن سیگار خوب هم هست و خیلی هم عادی بوده. مثل الان نبوده که مثلا تو جای عمومی ممنوع باشه سیگار بکشن، عادی بوده که همه سیگار میکشیدن و هیچ مشکلی هم نبوده، هیچ کس اهمیتی نمیداده. و ریبی اسرائیل میسالان داشتن سیگار میکشیدن و این جوونی که کنارشون نشسته بوده شروع میکنه قر زدن و بد و بیرا گفتن که ای پیر مرد خرفت، چیه که همه اینجا رو پر دود کردی، داری دود میدی به خورده ما، بس مردیم، خاموشش کن. ریبی اسرائیل میگن که ببخشید، پنجره رو باز میکنن و که دوده بره. بعد دوباره شروع میکنه بی احترامی کردن به ریبی اسرائیل که حالا تا حالا که داشتی از دود ما رو میکشتی، حالا داری از سرما میکشی، خجالت نمیکشی؟ شروع میکنه بی احترامی کردن و بد و بیرا گفتن. باز مخیلایی میطلبن و پنجره رو میبندن، هیچی نمیگن. وقتی که میرسن به ویلنا، مردم شهر، اسرائیلای شهر ویلنا که فهمیده بودن او هگاون ریبی اسرائیل سالانتر داره میاد به شهرشون، همه اومده بودن که در ایستگاه قطار به استقبال ریبی اسرائیل. و وقتی که ریبی اسرائیل پیاده میشه گل آورده بودن، همه استقبال، همه میان دست ریبی اسرائیل رو میبوسن. این جوون هم که کنار ریبی اسرائیل وایساده بوده، نشسته بوده، میبینه که وای و واویلا، این پیرمردی که کنارش بوده این ریبی اسرائیله و به کی داشته بی احترامی میکرده. شروع میکنه زدن تو سر و مغز خودش، میفته جلو پای ریبی اسرائیل، میگه که آره من نمیشناختم شما رو، من غلط کردم، منو مخیلا بکنی. ریبی اسرائیل بلندش میکنه، میگه با من بیا، یه هتل خیلی خوبی ها رزرو کرده بودن برای ریبی اسرائیل. ریبی اسرائیل این جوونه رو با خودش میبره اونجا و میگه که نترس، نگران نباش، من همونجا مخیلات کردم، فقط میخوام بدونم برای چی تو اومدی شهر ویلنا، هدفت از چه شهری هستی؟ میگه مثلا از فلان شهر. میگه هدفت از اومدن شهر ویلنا چیه؟ این میگه که آره من از شهر خودم اومدم که اینجا
پیش راو شهر، اگه اشتباه نکنم راو گروجینسکی اون موقع بودن، ریبی خیلی موزر گروجینسکی، امتحان بدم و سمیخا بگیرم و بتونم برم شهر خودم شوخت بشم. هاراو میگه که خیلی خوب، خیلی عالیه، بیا ببینم چی بلدی، چه جوری بلدی. شروع میکنن در مورد شخیتا باش صحبت کردن و میبینن که جوونه بور و امارس، بی سواد، بی سواده که بلد نیست قانونا را. میگن که ببین عزیز، تو الان اینجوری سختته که سمیخوابت بدن، بیا من بهت کمک میکنم، یه معلم برات میگیرم که باد بخونه، خوب بهت یاد بده، بعد برو امتحان بده. هارا وجیب خودش یکی استخدام میکنه از پول خودش، معلم براش میگیره که با این بخونه، بعدم وقت میگیرن از راب شهر، برو سمیخا بگیر و کمکش میکنن که بره سمیخا بگیره و مشکلش حل بشه. بعد این میاد پیش هارا، سمیخاش رو میگیره و میگه هارا من سوال دارم که چرا، چی شد شما؟ خب من اینقدر بی احترامی کردم به شما، اوکی میفهمم که شما مخیلا کردید، لوتی قوم به لوتی تور، به خاطر اینکه نباید انتقام گرفت، به خاطر اینکه نباید کینه توزی کرد، ولی دیگه اینقدر به من کمک کردید، این برای چیه؟ ریبیسای سالانتر یه اصل جالبی ها میگن، میگن که ببین تو چه تو دیبور، چه تو صحبت و چه تو عمل منو خار کردی، چه تو و من تو را گفته که نباید انتقام بگیرم و نباید کینه توزی کنم و برعکسش باید انجام بدم. خیلی برا من سخت بوده که تو را مخیلات بکنم، ولی کافی نیستش که چون تو عملم منو خار کردی، همین که من فقط تو مخشاوا تو فکر به تو را مخیلا بکنم این کافی نیست، من تو عملم باید برعکس اون چیزی که انتقام و کینه توزی انجام بدم، یعنی باید بهت خوبی بکنم. به خاطر همین من کسی دیگه ای بود این کارو برادرش نمی کردم، ولی به خاطر تو، به خاطر اینکه من این مسئله را کامل، این میسوای لوتی قوم و لوتی تور، انتقام نگیر و کینه توزی نکنه انجام بدم، باید اینجوری انجام بدم. اینجا یوسف شیمون رو میگیره، گفتیم به چه دلیل، جلو چشم اونها تورا تاکید میکنه، میگه لعنه، جلو چشم اونها زندانی میکنه، ولی میدراش میگه که بعد از اینکه رفتن درش میاره و خیلی بهش رسیدگی میکنه، مخیله و مشقه و غذای خوب، نوشیدنی خوب، جای خوب. کافی نبوده که یوسف فقط این شیمون رو بلایی سرش نیاره یا زندانش تو زندان نذاره باشه، بلکه باید به خاطر اینکه انتقام نباشه، باید تازه بهش رسیدگی هم میکرده، هواش هم داشته. یوسف این کار رو میکنه و در نهایت وقتی که بنیامین برمیگرده و میدونیم یوسف دستور میده که اون جام رو بذارن توی خورجین بنیامین و بعد مأمور میفرسته، پسر خودش رو میفرسته که برگردونن و بره وارسی بکنه و بگه جام آقای من دزدیده شده و جامه توی خورجین بنیامین کشف میشه. اینجا خیلی جالبه، برادرها میان کاملا تسلیم میشن، میگن که اگر که جامی پیدا بشه همه ما عبد باشیم، همه ما غلام باشیم برای تو. یعنی برادرها میان میگن چرا همچین حرفی میزنن، اگه یکی دزدی کرده همه غلام میشن، اصلا چه منطقی توش هستش؟ برادرها میگن که ببین، با خودشون فکر میکنن که ببینین، ما این چیزایی که داره برامون اتفاق میفته خلاف طبیعته، به خاطر کاری که سر یوسف در آوردیم و تا کفاره ندیم، تا کفاره ندیم و ایسوریم نکشیم فایده نداره، آخرش گیریم، از اینجا هم نجات پیدا کنیم، خدا جای دیگه هر به شلوخیم رماغم، فرستاده های زیادی برای خداست، پس بهتره که تیغونش هم چیه؟ میدا کنگد میدا، ما یوسف ها به عنوان عوض فروختیم، پس همه منو باید عوض بشیم. به خاطر همین برادرها چی گفتن؟ برادرها گفتن که کولانو، همه ما عوض باشیم، همه ما عوض خواهیم بود اگر که همچین چیزی باشه که واقعا کسی دزدی کرده، همه ما عوض باشیم. یوسف میاد و میگه که نه، فقط اون کسی که این جامه تو خورجینش پیدا شده اون عوض من باشه. یعنی کی؟ یعنی بنیامین. هدفش چی بوده؟
چرا بند میکنه به بنیامین؟ میومده یکی دیگه رو میگفته. یوسف چی میخواسته؟ چی هدفش چی بوده؟ ببینید یوسف دیده بوده که برادرها تشوبا کردن. تشوبا سه قسمت داره: پشیمانی، اعتراف به گناه، که این دو قسمت رو در مورد برادرها دیده بوده. دیده بوده که پشیمونن و اعتراف به گناه هم کردن با ویدیویی که خوندن اول اشمی من اخنو آشمنو ما مجرمی. روون ویدیویشون رو کامل کرد، گفتش که من بهتون گفتم التخطو بیلت وگم داموهینه نیدراش. دو قسمت اول بوده، ولی سومین قسمت تشوبا اینه که آدم همون چیزیه که توش لغزش پیدا کرده بیاد جلوش، نه که خودش بیاره، خود به خود بیاد جلوش و این بار ایستادگی بکنه. یعنی مثلا فرض کنید که یکی یه مسئله منافی فت انجام داده، پشیمان اعتراف به گناه هم میکنه. تشوباش کی 100% کامل میشه؟ که بعدن دوباره تو همون شرایط قرار بگیره. قدرت رمبان میگه همون نیرو را داشته باشه، همون قدرت بدنی را داشته باشه، همون هوس را داشته باشه، همون موقعیت فراهم باشه، همه چیز اوکیه، به خاطر هشم جدا بشه و نکنه اولارا. یکی مثلا فرض کنید رفته غذای غیر کاشر خورده، تشوباش چیه؟ فقط این نیستش که پشیمون بشه و اعتراف به گناه بکنه. تشوبای کاملش اینه که بعدم دوباره تو همون شرایط قرار بگیره، همونقدر گرسنه است یا بیشتر، موقعیت همونقدر فراهمه، غذای همونقدر عالیه، خوشمزه است، همه شرایط اونجوری، به خاطر هشم میگه من تشوبا کردم، من دیگه این کارو نمیکنم. تشوبای کامل اینه. وقتی که یوسف میخواسته برادرها تشوبای کامل کنن و میگه تشوبای کامل چیه؟ که برادرها دوباره تو موقعیتی قرار بگیرن که اون برادر ناتنیشون ها که فرزند راخله، مثل من که فرزند یوسفم، یوسف فرزند راخل، بنیامینم فرزند راخله و بابا خیلی هواشو داره و حسادت دارن نسبت بهش، شرایطی قرار بگیره که بنیامین گیر افتاده و بیان حاضر بشن خودشون رو به خطر بندازن برای اینکه بنیامین را نجات بدن. این میشه تیغونه اون کاری که کردن که منو فروختن. و یوسف میبینه که این کار انجام میشه. چجوری؟ یهودا بلند میشه. تا اون موقع داشتن همشون میگفتن که من دبر و منی صدق، ما اصلا چی میتونیم بگیم؟ چجوری میتونیم خودمون رو عادل بخونیم؟ و هایلوهیم ما سایه توان عبادخا، خدا آوون ما رو پیدا کرده. وقتی که اون جامه پیدا شد توی خورجین بنیامین اینا گفتن. ولی وقتی که یوسف میاد میگه که نه من با شما کاری ندارم، برید به شالومی، من بنیامین رو میگیرم، اونجاست که ما میبینیم که یهودا مثل شیر بلند میشه و میگه که حتی یوسف هم میاد تهدید میکنه که من تو رو میکشم. و ایگش الاو یهودا، چی شد تا حالا اینایی که داشتن میگفتن ما هممون غلام باشیم، یه دفعه چی شد که میان اینجوری شیر میشن؟ تا الان میگفتن که ببین ما آوون خودمون بوده، الان که دارن میبینن که یک بیگناه بنیامینی که اصلا تو فروش یوسف نقشی نداشته، دخالتی نداشته، داره گیر میفته، پس میگم شاید ما اصلا اشتباه کردیم، شاید این بلایی که داره میاد به خاطر اون آوونه نیست، اون آوونه که اشتباه بوده، تو داری پس داری اشتباه داری قضاوت میکنی. به خاطر همین میان جلو یوسف وای میسن و در این حال تیغون کارشون بوده که بنیامین را نجات بدن و نذارن که عبد بشه. و اونجاست که یوسف دیگه نمیتونه تحمل کنه. یوسف هدفش رسیده. یوسف باعث شده که برادرها تشوبای کامل بکنن، اعتراف به گناه کردن، پشیمون شدن، در شرایط سخت قرار گرفتن و دیگه بر نگشتن به اشتباهشون. و یوسف میگه که اونجاست که میگه که انی یوسف هوا داوی خی، من یوسفم، بابا هنوز آیا زنده است. و این تقریبا به صورت خلاصه سیستمیه که و فکریه که ایدهیه که یوسف پیاده میکنه. یوسف میتونسته به یعقوب هم خبر بده که زنده است، ولی اولا که یوسف صدیق میخواسته اول باعث بشه که برادرها تشوبا بکنن و ثانیاً یه خیره میبریده شده بوده توسط برادرها با شراکت قوچابری خو خداوند که کسی آشکار نکنه موضوع زنده بودن یوسف را. حتی بعداً ما میبینیم که یوسف مستقیم آشکار نمیکنه، یوسف دستور میده اگالوت میفرستن، کالسکه های میفرستن اگالوت
که وقتی که یعقوب آوینو اینا رو میبینه و تخی روح اخ یعقوب و ویهم، روح یعقوب زنده میشه. چرا؟ به خاطر اینکه آخرین بحث هلاخایی که یعقوب با یوسف داشته میکرده وقتی که یوسف را میفرستاده پیش برادرها که بعد برادرها میگیرن و میندازنش توشا و بعدم میفروشنش، در مورد اگلا عروفا بوده، در مورد قانونی بوده که وقتی یه جسدی پیدا شه و معلوم نیستش که کی قاتلشه، که میان اندازه گیری میکنن ببینن کدوم شهر نزدیکه، اون شهری که نزدیکتر به جسد باید یک گوساله می آورده. اگلا اگلا، وقتی که یعقوب اینا میبینه این یه رمز بوده و تخی روح یعقوب و ویه، روح یعقوب زنده میشه. یعنی حتی بعد از این هم یوسف نمیاد به صورت مستقیم به یعقوب اطلاع بده، به صورت رمز بوده. چرا؟ به خاطر اینکه این خرم بریده شده بوده و خرم باید توسط کسایی که خرم رو بریدن باز میشده. در این حال یوسف میخواسته قبل از هر چیز باعث بشه که برادرها تشوهای کامل بکنن و به این هدفش میرسه. خب رابطه طولانی شد بحث امشب، انشالله که همگی موفق و معید باشید. شاووتوف خودشتوف و مبارخ خنوکا سمیخ، یهی راتسان که همیشه سالم باشید و خبرهای شادی و سلامتی بشنویم از هم. لیلا توف. آمین آمین.